از این ابزار قدرتمند استفاده کنیم برای درمان و سمزدای بدنمون. تنفس عمیق. ویدیوی مهمی در پیش داریم. سلام به همه شما عزیزان. ما توی این ویدیو سعی کردیم راجع به تنفس عمیق و فواید اون صحبت کنیم که چه اثرات مثبتی میتونه داشته باشه. یک روش درمانی خیلی راحت. اگه دقت کرده باشیم به نفس کشیدن‌های نوزادان، متوجه میشیم با هر دم و بازدمی این شکمشون پر از اکسیژن میشه، یا اصطلاحاً گفته میشه تنفس‌های شکمی. در حقیقت تنفس درست این هستش، اما به مرور زمان این الگوها تغییر پیدا میکنه و افراد تنفس‌های کوتاهی دارن، خصوصاً زمانی که پای سیستم هستیم، با گوشی داریم کار میکنیم و تایم زیادی رو پای گوشی هستیم، منجر به این میشه که تنفس‌های کوتاه داشته باشیم و این به مرور زمان ظرفیت ریه‌مون کاهش میده و منجر میشه به اینکه ما افراد سرحال و پر انرژی نباشیم. در بحث کم انرژی بودن، کم خون بودن و کنترل استرس، تنفس‌های درستی که حتما تو این ویدیو کامل براتون گفتیم اثر خیلی زیادی داره. بزرگانمون میفرمایند اگه عصبانی هستی، اگه نشسته ای، بلند شو راه برو. اگه ایستاده هستی و عصبانی، بنشین. این نشون میده این که این کاری که افراد انجام میدن، خب چند تا نفسی مابین میکشن و همون تنفس منجر به این میشه خون پر از اکسیژن بشه و افراد تصمیمات درستی بگیرن و در اون لحظه ناراحتی و عصبانیت تصمیماتی که منجر به پشیمونی بشه گرفته نشه. اینه که تنفس عمیق تأثیر بسیار فوق‌العاده‌ای داره در بحث استراب و استرس، خصوصا استرس. اگه در همچین موقعیت‌هایی هستین، حتی 3 نفس عمیق هم کمک خیلی زیادی میکنه. اما بهترین حالت اینه که اگه میخواین کاملا از شر اون استرس راحت بشین، 10 نفس عمیق بکشین. دقت به این قضیه داشته باشید. کسانی که کوهنوردی انجام میدن، ورزش میکنن، کسانی که پیاده روی های روتین دارن، افراد خوش اخلاق تری هستن، به خودشون مسلط ترن، یا اون که موقع پیاده روی صورتاشون گلگون میشه، چه اتفاقی میفته؟ در حین پیاده روی اگر با گام های آرام شروع کنیم و ضربان قلبمون بالا بره، حدوداً 45 دقیقه پیاده روی داشته باشیم و آروم آروم باز این ضربان قلب رو پایین بیاریم، فوق‌العاده اتفاقات خوبی میفته. چرا؟ اینکه زمان پیاده روی ما مجبور هستیم نفس‌های عمیق بکشیم، چون ضربان قلب رفته بالا و بدن اکسیژن بیشتری رو میطلبه. اینجاست که خونرسانی فوق‌العاده عمیق صورت میگیره، به تمام بافت‌های بدن خونرسانی انجام میشه، ترمیم صورت میگیره و این منجر به این میشه تا پوست بهتری داشته باشیم، اخلاق بهتری داشته باشیم، دیابت کنترل بشه و افراد پر انرژی و اکتیوی باشیم. تنفس‌های عمیق باعث میشه هورمون‌ها متعادل بشن. کلاً در بحث بیماری‌ها عدم تعادل هورمونی هست که باعث میشه ما درگیر بیماری باشیم. وقتی که ما تنفس‌های عمیق داریم و حالت ریلکس بدنمون به خودش میگیره، دقیقاً هورمون‌ها متعادل میشن، چون هورمون‌ها در حالت آرامش متعادل میشن و ما هر چقدر افراد ریلکس‌تر و آروم‌تری باشیم، بدن سالم‌تری خواهیم داشت. و تنفس‌های درست، این قسمت رو گوش کن، تنفس‌های درست کمک می‌کنه تا ما افراد سالم‌تری باشیم. اینکه ما خواب هستیم، وقتی خواب عمیق هستیم دهنمون نیمه باز هست، این اشکالی رو ایجاد نمی‌کنه. این کاملاً بدن اینو تدبیر می‌کنه تا بخارات معده خارج بشه و به دندون‌هامون آسیب نزنه و باعث پوسیدگی دندان‌ها نشه. خب این هم از فواید تنفس عمیق گفتیم. تنفس عمیق باید چطوری باشه تا از فوایدش بهره ببریم؟ ما سیستمی رو داریم به اسم سیستم 4-4-4. یعنی 4 شما ریه‌تون رو پر اکسیژن می‌کنید، 4 نگه می‌دارید و 4 از لابلای دندون‌هاتون این اکسید کربن خارج میکنید. دندون ها روی هم سوار هست و این آروم آروم دیوکسید کربن خارج میشه.
اتفاق خوبی که میفته در اقدام اول، ظرفیت ریه افزایش پیدا میکنه و وقتی که ما ظرفیت ریه‌مون بالا باشه، خونرسانی قوی، قلب قوی تری خواهیم داشت و سمزدایی خصوصا دیوکسید کربن عالی صورت میگیره. دیوکسید کربن یک سم هست که در نتیجه متابولیسم بدن به وجود میاد. وقتی که ما تنفسهای کوتاه داریم، این دیوکسید کربن رو بدن مجبور هست از طریق دیگه دفع کنه و این به مرور زمان باعث میشه تا کبد ما آسیب زیادی ببینه. موقع تنفسهای عمیق پوستمون گلگون هست. این یعنی که خون به پوست رسیده و جالبه که خونرسانی عمیق صورت میگیره. اگه دوست دارین که پوست زیبایی داشته باشین، شفاف باشه، دچار افتادگی نباشه، و اندازه کافی مواد غذایی که ویتامین ها رو دارن، خصوصا سالاد مخصوص استفاده کنید، آب سالم بخورید و بعد هم تنفس های عمیق داشته باشید، بهتون کمک میکنه پوستتون شاداب باشه و دچار افتادگی و چین و چروک نشه. در بحث کمخوابی خیلی ها این مشکل رو دارن. ضمنی که بهتون توصیه میکنم ویدیوی زیر 2 دقیقه به خواب رو ببینید و راهکارهایی که به ریشه این بیماری پرداخته از اونجا داشته باشید و با نفسهای عمیق کمک کنید تا خواب عمیق تری داشته باشید. ما معمولا توصیه‌مون اینه 40 تا نفس عمیق رو تقسیم بندی کنیم در طول روز، صبح، ظهر، غروب و شب. هر بار 10 تا نفس عمیق بکشیم به مدت 40 روز و اثرات فوق‌العاده اونو ببینید. گرچه شما حتی بعد از 1 هفته هم اثرات اونو خواهید دید، اما اتفاقات خوبی که میفته، ابتدا پوست زیبایی خواهید داشت، افراد سرحال، اکتیو و پر انرژی خواهیم بود، ضمن اینکه این نفس‌های عمیق یه جنبه تربیتی هم داره، از ما افراد صبورتری میسازه، چون ما خودمونو ملزم به این کردیم یه جا بشینیم، آروم بگیریم، نفس‌های عمیق بکشیم، تمرکز داشته باشیم رو سیستم 4-4-4 و همون باعث میشه به مرور زمان افراد فوق‌العاده‌ای بشیم. تو اکثر ویدیوها ما به شما عزیزان توصیه میکنیم لینک هایی که در دیسکریپشن براتون گذاشته میشه که ویدیوهای پروفسور دانش هست ببینید. چرا؟ اینکه ما همینطور که جسممون نیاز به تغذیه داره، روحمون هم نیاز به تغذیه داره و تغذیه روحمون رو پروفسور دانش فوق‌العاده بهش پرداختن. امیدوارم که همیشه سالم و بانشات باشید. سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط. اینجا دفتر دکتر گرین لایف هست برای ویزیت شما عزیزان در کشور عمان، شهر زیبای مصر، در خدمت شما هستیم. میتونید تشریف بیارید و از ویزیت های ما به صورت رایگان استفاده بکنید. بفرمایید داخل. اینجا محل بسته‌بندی و ارسال بارهای ارگانیک و مواد ارگانیکی هست که در دفتر گرین لایف بسته‌بندی میشه و به کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای مختلف از عمان ارسال میشه. نشان سلامت ما و برند ما آرم دو گیلاس و این لوگوی دکتر گرین لایف هست که هر وقت اینو دیدین با خیال راحت میتونید در واقع اعتماد کنید به سالم بودن و طبیعی بودن محصولات. الان در حال بسته‌بندی هستم برای ارسال به کشورهای مختلف. در سایت گرین لایف در خدمت شما هستیم.